محور حراز کوتاه‌ترین راه اتصال استان‌های شمالی به مرکز با دو کارکرد گردشگری و ترانزیت. عملیات چهارخطه کردن این مسافت 101 کیلومتری 8 ساله که آغاز شده و در این مدت 55 کیلومتر اون به اتمام رسیده. 45 کیلومتر باقی مانده. خب بسیار صعب العبور و نیاز به احداث تونل‌ها، پل‌ها و دیوارهای بسیار بلندی داره. با توجه به پیچیدگی‌های فنی نیمی از کار انجام شده و حالا قرار هست با تمرکز بیشتر روی این پروژه عملیات اجرایی تا 2 سال دیگه تموم بشه. در این صورت اگر این چهارخطه و این بزرگراه انشاءالله تکمیل بشه، ما متوسط به اصطلاح سرعتمون حدود 100 تا 110 کیلومتر خواهد بود که به این ترتیب میتونیم بگیم از شاید بگیم از تهران تا آمل رو تا 2 ساعت بتونیم این رو پایین بیاریم. دره های عمیق، کوههای سر به فلک کشیده و رودخانه موجب پیچیدگی های فنی و هزینه بر بودن این طرح شده. مثلا یکی از این پل ها باید به ارتفاع برج میلاد ساخته بشه. یه پل کابلیه که مشخصاتش یه پایلون یا پایه‌ای به ارتفاع تک پای است. پایه‌ای به ارتفاع حدود 200 متر داره و عرشه بتونی و دهانه 400 متر که ما در ایران با این مشخصات اولین باره که داریم همچین پلی رو اجرا میکنیم. تا پایان امسال قرار هست 13 کیلومتر دیگه به زیر بار ترافیک بره و ما بقی به تدریج تا 2 سال آینده. تردد به طور متوسط روزانه 40,000 خودرو از این محور موجب شده. محور 77 معروف به جاده حراز به عنوان یکی از پرترددترین محورهای کشورمون شناخته بشه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.